آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با اعضای سپاه ولی امر و خانواده‌های آنها بار دیگر به صورت تلویحی از هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان درون حکومت انتقاد کرد. وی با اعلام اینکه یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص تبیین حقایق بدون تعصب و بدون حاکمیت تعلقات جناحی و گروهی است اعلام کرد، متاسفانه بعضی از نخبگان خودشان هم دچار بی‌بصیرتی اند، نمی‌فهمند، اصلا ملتفت نیستند، یک حرف یکو به نفع دشمن می‌پرانند، به نفع جبهه‌ای که همتش نابودی بنای جمهوری اسلامی است به نحوی. نخبه هم هستند، خواص هم هستند، آدم‌های بدی هم نیستند، نیت بدی هم ندارند. خامنه‌ای همچنین گفت که از نظر وی بلاهایی که بر ملت‌ها می‌آید بر اثر بی‌بصیرتی است. وی گفت خطاهایی که بعضی از افراد می‌کنند می‌بینید در جامعه خودمان هم گاهی بعضی از عامه مردم و بیشتر از نخبگان خطاهایی می‌کنند. نخبگان که حالا انتظار هست که کمتر خطا کنند، گاهی خطاهایشان اگر کمن هم بیشتر نباشد کیفن بیشتر از خطاهای عامه مردم است، بر اثر بی‌بصیرتی است. فرمانده نیروی بسیج حجت الاسلام حسین طائب امروز مدعی شد که دشمن یکی از نامزدان ریاست جمهوری را برای تغییر دادن رژیم جمهوری اسلامی در ایران در نظر گرفته بود و کوشید با استفاده گسترده از رسانه‌های خبری علیه نظام اسلامی توطئه کند و حکومت ایران را تغییر دهد. وی نام آن نامزد انتخابات را ذکر نکرد و نیز مشخصا نگفت دشمن یا دشمنان چه کسانی یا کدام کشورها هستند. طائب در همایش سراسری فرماندهان بسیج گفت دشمن با طرح ایجاد تفرقه و مهار انقلاب وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری شد تا با کمک عناصر داخلی با استفاده از تهدید نرم به اهداف خود برسد. وی بسیجی ها را تهییج کرد که با بصیرت سیاسی و با منطق و حکمت در برابر دشمنان ایستادگی کنند. فرمانده بسیجی ها مبارزه ضد انقلاب را به 3 دوره 10 ساله تقسیم کرد و گفت در دهه اول انقلاب دشمن نتوانست از راه تهدید سخت و مستقیم به هدف برسد. از این رو از دهه دوم با وسایل ارتباط جمعی به تهاجم فرهنگی و شیوه مبارزه نرم پرداخت و در دهه اخیر خود به استراتژی مهار و جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی در سراسر جهان روی آورد تا ایران اسلامی را در جهان به انزوا بکشاند و نهایتاً از طریق یکی از نامزدان انتخابات دولت را تغییر دهد. علی لاریجانی امروز با اعلام اینکه ادعای کروبی درباره تجاوز به بازداشت شدگان را پیگیری کرده است گفت موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان کذب است و سیاستمداران مراقب باشند، چرا که مطالبی را که قبل از تحقیق به رسانه‌ها می‌کشانند دستاویز بیگانگان قرار می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه نامه منتشر شده کروبی خطاب به هاشمی رفسنجانی در فضای افکار عمومی تکان دهنده بوده است گفت که پس از انتشار نامه از کمیته ویژه بررسی حوادث اخیر خواسته که این نکته را مورد توجه قرار دهند، هرچند که به گفته لاریجانی این کمیته پیش از این نیز به این موضوع توجه داشته است. لاریجانی با اعلام اینکه گزارش جامع کمیته ویژه مجلس درباره بازداشت شدگان به زودی نهایی خواهد شد به نقل چند بند از این گزارش پرداخت و اعلام کرد در بررسی‌های دقیق و جامع انجام شده از بازداشت شدگان در کهریزک و اوین هیچ گونه موردی مبتنی بر آزار و تجاوز جنسی مشاهده نگردیده است و همچنین اگر آقای کروبی مستنداتی از آزار و تجاوز جنسی به هیئت ارائه دهد به طور جدی بررسی خواهد شد. در همین حال علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس درباره نامه کروبی به هاشمی اعلام کرد موارد نامه کروبی مبانی قابل قبولی ندارد. بروجردی با اشاره به تماس قاضی سعید مرتضوی با فرزند کروبی درباره استناد این نامه اعلام کرد فرزند کروبی گفته است که تنها استنادهای پدرش در این زمینه تماس‌های تلفنی با دفتر روزنامه اعتماد ملی بوده است. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون washington.com